گذر از آینده، سفر به انتهای زمان. هر چیزی شگفتی های خودش رو در بر داره، حتی تاریکی و سکوت. هلن کلر. آینده چه شکلی خواهد بود؟ جهان چگونه به پایان خواهد رسید؟ هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم، اما علم شروع به ترسیم آینده‌ای شگفت‌انگیز کرده. بیا این سفر به انتهای زمان داشته باشیم. هیچ چیز روی این سیاره ثابت باقی نمیمونه. همه چیز تغییر میکنه. زمین در حال تغییره و شما نمیدونین که چه چیزی پشت این تغییرها قرار داره. زمین همیشه در حال تغییره. همه چیز روی این سیاره در حرکته. هیچ چیز ساکن نیست. همه چیز در حال چرخشه. به محض اینکه سوخت خورشید ته بکشه، به همین راحتی خاموش و محو نمیشه، بلکه از سگه اون اصلا فرو میپاشه و گرمای اضافی که تولید شده باعث گسترش لایه بیرونی اون میشه. حالا خورشید مرده، باقی مانده های اون کم کم در دمای منجمد کننده فضا خنک میشن. سرنوشت خورشید هم مثل بقیه ستاره هاست. همه اونها در نهایت روزی از بین میرن و همه عالم در یک تاریکی ابدی فرو میره. همه ستاره ها در نهایت سوختشون تمام میشه. تک تک ستاره ها در این آسمان تاریک خاموش میشن و هیچ ستاره جدیدی متولد نخواهد شد. پس در نهایت جهان با یک انفجار از بین نخواهد رفت، بلکه در تاریکی فرو خواهد رفت. هیچ آتشی در کار نخواهد بود، فقط یخ. با مرگ آخرین ستاره، عصر نور ستاره ها به پایان میرسه. جهان به یک قبرستان تبدیل خواهد شد که بقایای ستارگان همه جا پراکنده شده. خورشیدی که ما میشناسیم به یک کوتوله سفید تبدیل خواهد شد، به جسد یک ستاره داغ، سنگین و فشرده. ستاره ها با خاموش شدن به کوتوله های سفید درخشانی تبدیل میشن که این درخشش به خاطر دمای زیاد اونها قبل از خاموشیه. اگر از جایی که زمین در حال حاضر قرار داره به خورشید خودمون بعد از خاموشی نگاه کنیم، نوری که تولید میکنه مثل نور ماه کامل در یک شب صاف و بدون ابر. درخشش ضعیف کوتوله های سفید تنها درخشش در این فضای تاریک و خالی پر از ستارگان مرده پراکنده و سیاه چاله ها خواهد بود. در طول زمان نیروی جاذبه ستاره های مرده و سیارات رو از کهکشان های خودش بیرون میکشه و اونها رو به یک فضای سرد خالی میفرسته. بعضی از کوتوله های قهوه‌ای به طور تصادفی با هم برخورد میکنن و ستاره های جدید رو به وجود میارن. برخورد ستارگان نوترونی تاریکی جهان رو با درخشش خیره کننده ای از بین میبره. اگه هنوز حیات از بین نرفته باشه، ممکنه بتونه در نور این کوتوله های سفید دوام بیاره. اما در همین زمان حتی کوتوله های سفید کوچیک هم ناپدید میشن و از بین میرن. در نهایت چنین ستاره هایی به یک کوتوله سیاه تبدیل میشن. کوتوله های سفیدی که سرد شدن و تقریبا هیچ نور و گرمایی تولید نمی کنن. کوتوله های سیاه سنگین و تاریک هستن. شبیه توپای گرد رو به زوالی که دارن تحلیل میرن و فقط یکم با خاکستر یه ستاره تفاوت دارن. این کوتوله‌های سیاه 1,000,000 برابر سنگین تر از خورشید ما هستن. اما زمان زیادی طول میکشه که ستاره ها به این نقطه برسن. در حال حاضر هیچ کوتوله سیاهی در جهان ما وجود نداره. هر ماده ای هم که نتونه از کهکشان خودش بیرون بیاد، جذب یک سیاه‌چاله بسیار بزرگ میشه. جهان گسترش پیدا میکنه و با سرعتی بیشتر از سرعت نور شروع به از هم گسیختن مواد میکنه. در این زمان کهکشان ها و ستاره های دور دست انقدر سریع نزول پیدا میکنن که نورشون قابل شناسایی نخواهد. نظریه های فعلی پیش بینی میکنن که اتم ها از بین میرن و تمام مواد موجود در جهان نابود میشه. پروتون یکی از ذرات بنیادی ساختار ماده که ما هم از اونها ساخته شدیم میتونه دچار فروپاشی بشه. هر ماده ای که از سیاهچاله فرار کنه خیلی سریع پروتون های اون دچار فروپاشی میشن و در نتیجه از بین میره. فروپاشی پروتون ها تا به حال از لحاظ علمی اثبات نشده. بنابراین این قسمت از آینده ممکنه با اکتشاف های جدیدتر کاملا متفاوت به نظر برسه. مواد داخل یک کوتوله سیاه آخرین ماده موجود در جهان خواهد بود که کم کم ذرات از اون جدا خواهند شد و در فضای خالی پخش میشن بدون اینکه هیچ اثری ازشون باقی بمونه. عصر سیاه چاله ها. با از بین رفتن کوتوله های سیاه هیچ ذره ای از ماده باقی نمیمونه. تمام چیزی که از کهکشان ما باقی خواهد موند ذره های نور و سیاه چاله ها خواهد بود. بعد عصر سیاه‌چاله‌ها آغاز میشه. سیاه‌چاله‌ها جزء ساختار اساسی جهان هستند. یک کهکشان در واقع به یک سیاه‌چاله بسیار سنگین تبدیل خواهد شد که سیاه‌چاله‌های کوچکتر به دور اون در حال چرخش خواهند. دانشمندان در گذشته فکر می‌کردند که سیاه‌چاله‌ها نامیرا هستند، اما اونها هم یک روز از بین میرن و این زمان یک مقیاس زمانی غیر قابل تصور خواهد بود. کوادریلیون‌ها سال بعد
یعنی 10 به توان 15 سال بعد در این مقیاس زمانی حتی سیاه‌چاله‌ها هم شروع به از بین رفتن می‌کنند. بر اساس مکانیک کوانتوم، فضا از ذرات و پادذرات مجازی تشکیل شده که مدام از هم جدا میشن و دوباره به هم باز میگردن و با هم برخورد و هم دیگر رو تخریب میکنن. در حضور یک سیاه‌چاله یکی از این ذرات ممکنه به داخل سیاه‌چاله کشیده بشه و ذرای دیگر رو تنها بذاره. این ذرای رها شده به صورت تابش از طرف سیاه‌چاله ظاهر میشه. به همین دلیل سیاه‌چاله‌ها ابدی نیستن. اونا با سرعت زیادی رو به زوال میرن تا وقتی که با یک انفجار بزرگ ناپدید بشن. مکانیک کوانتوم اجازه میده که ذرات از زندان بزرگشون یعنی سیاه‌چاله‌ها فرار کنن. وقتی سیاه‌چاله‌ها شروع به تحلیل رفتن میکنن، به این ترتیب آخرین ساختارهای بزرگ جهان هم از بین میرن. از بین رفتن اونها با انفجار همراهه و به طور موقتی تاریکی موجود در جهان رو روشن میکنن. وقتی سیاه‌چاله‌ها از بین رفتن، جهان با یک نیروی ناشناخته که با هیچ درکی از اون نداریم شروع به گسترش میکنه. این نقطه مرز دانش انسانه، مرزی برای جستجو و کشف. فیلسوفا و شعرا به دنبال جواب این سوال هستند که آیا جهان در آتش به اتمام میرسه یا در یخ. اما حالا ما یه جواب برای این سوال داریم. آخرین شواهد نشون میدن که جهان در حال کند شدن نیست، بلکه سرعت اون به طور غیر قابل کنترلی رو به افزایشه و ما تصور میکنیم جهان تریلیون ها سال بعد در سرما خواهد مرد. اما چه چیزهایی باعث میشن که جهان شتاب بگیره؟ هر سانتی متر مکعب فضای خالی دارای انرژی، فرقی نمی‌کنه که چیزهایی یا ذراتی در اون وجود داشته باشن یا نه، یا ماده و امواج و هر چیز دیگه. این انرژی هنوز در این فضای خالی فارغ از همه اینها وجود خواهد داشت. اینشتین میگه که این انرژی یک نوع فشار رو در جهان به وجود میاره. ما بهش میگیم انرژی تاریک. این انرژی انرژیه که تمام جهان رو در بر گرفته. تقریباً 3/4 تمام مواد و انرژی این جهان انرژی تاریکه و ما نمیدونیم که دقیقاً این انرژی چیه. انرژی تاریک مثل امواج یا مواد نیست که هرچه گستردگیشون بیشتر بشه مقدارشون کم میشه. مقدار این انرژی با گستردگی جهان کم نمیشه. این موضوع روی آینده جهان تأثیر مهمی داره. خب پس آینده جهان چه خواهد بود؟ اگر انرژی تاریک به همین صورت بمونه و مقدارش کم نشه، جهان تا ابد گسترش پیدا میکنه، سریعتر و سریعتر. جهانی در حال گریز. اما اگه در طول زمان به نحوی این انرژی کم بشه، جهان به خاطر نیروی گرانش له خواهد شد و اگه زیاد بشه، جهان ما شکافته میشه و از هم فرو خواهد پاشید. 70% انرژی جهان در فضای تاریک قرار گرفته و ما نمیفهمیم چرا، اما میدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته. اگه این انرژی همینطور در اونجا بمونه، این جهان به یک جهان سرد تاریک خالی تبدیل خواهد شد. این آینده یکی که در انتظار ماست، اما ما دقیقا نمیدونیم، چون هنوز نمیفهمیم که ماهیت این انرژی چیه. کشف ماهیت اصلی انرژی تاریک میتونه دیدگاه ما رو نسبت به آینده به کلی تغییر بده. اما پیشبینی ها از یک جهان سرد و خالی حکایت میکنن، ولی سوال اینجاست که آیا ممکنه که این پایان به یک شروع جدید ختم بشه؟ ایده هایی وجود دارن که میگن چیزی که در واقع پایان جهان ماست میتونه به نوعی تبدیل به یه شروع دوباره بشه. بعضی از سوگمان هایی هم هستن که میگن ممکنه راهایی باشه که بتونیم قبل از اینکه جهانمون نابود بشه از اون فرار کنیم. ممکنه بتونیم جهان های حقیقی مشابهی رو خلق کنیم، یا با انرژی کافی شاید بتونیم یه جهان دیگه شبیه دنیای خودمون بسازیم. نتایج علم ریاضی و معادلات میگن که اگه شما یک شتاب دهنده اتمی داشته باشین که بتونه مقدار بسیار زیادی انرژی رو در یک نقطه کوچک متمرکز کنه، ممکنه بتونین دروازه‌ای به یک دنیای جدیدتر باز کنین، یک دنیای کوچک. در مواجهه با مرگ و نابودی جهان، شاید این تنها راه فرار ممکن باشه. این موضوع همچنین یک احتمال جذاب دیگه رو هم به وجود میاره. البته که حدس و گمان محضه، ولی شاید هر جهان دیگه‌ای که در اون زندگی هوشمند وجود داشته باشه بتونه جهان‌های کوچک دیگه‌ای رو به وجود بیاره، مثل قایق‌های نجات، و این جهان‌های کوچک بتونن بسط پیدا کنن و زیاد بشن و حتی شاید بقای بهتری هم جایگزین بشه. جهان‌هایی هم که در اونها زندگی هوشمند وجود نداره نابارور هستن. اما اون دسته از جهانایی که دمای معتدل یا ستاره‌های شبیه ما دارن میتونن تمدن‌هایی رو بسازن که به جهان‌های کوچکتر راه دارن و بعد از این کار میتونن اونها رو تکثیر کنن. اما اگه هیچ راه فراری وجود نداشته باشه چی؟ اون وقت تمام جهان نابود میشه و به محض اینکه آخرین سیاه‌چاله منفجر و نابود بشه، آخرین باری خواهد بود که نور در جهان وجود خواهد داشت و بعد پایان. بعد از اون جهان چیزی به جز یک دریا از فوتون‌ها که به تدریج در حال سرد شدن تا دمای صفر مطلق هستن نخواهد بود.
زمانی که آخرین بقایا از آخرین ستاره ها تبدیل به هیچ شدن و سیاه چاله ها نابود شدن، درست وقتی که همه چیز به یک دمای یکسان برسه، داستان جهان به پایان خواهد رسید و برای اولین بار جهان ثابت و بدون تغییر خواهد بود و زمان بی‌معنی خواهد شد. هیچ چیز اتفاق نمی‌افته و همینطور هم خواهند ماند برای همیشه. هر چیزی شگفتی های خودش رو در بر داره، حتی تاریکی و سکوت، و من یاد گرفتم که در هر حالی که هستم از آن راضی و خرسند باشم. هلن کلر. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و اگر موضوعی مد نظرتونه لطفاً در کامنت ها برامون بگین تا دربارش ویدیو بسازیم.